آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شبها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه و در کمال صحت و سلامت به سر ببرین. با تشکر از تمام تکست ها، تلفن ها و مسیج هایی که برای من دادین خیلی سپاسگزاری می کنم و خیلی خوشحالم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. و با عرض پوزش از تمام عزیزانی که برای من چه مسیج میدن، حالا چه سوشال مدیاهای مختلف، و من نمیتونم که به یکی اونها جواب بدم، از قبل ازتون معذرت میخوام، ولی سعی میکنم که اون سوالایی که شما عزیزان میپرسین رو در اینجا به یه صورتی مطرح کنم و دربارش صحبت کنم. خب بعد ندونستم که امروز یه بحثی داشته باشیم راجع به ماه پایسیز. پایسیز که بهمن معمولا هست تا اسفند، ببخشید، از اسفند شروع میشه، از 19 فوریه تا مارچ 20، یعنی همون درست یک روز قبل از به عید ایرانیای عزیز خودمون. خب علت این که پایسیز رو خواستم امروز راجع به صحبت کنم به خاطر این بود که چند تا ایمیل داشتم، چند تا تلفن داشتم و گفتم بهتره که راجع به ماه پایسیز برای شما عزیزان صحبت کنم. وقتی که ما راجع به یکی از زودیاک ساینا صحبت میکنیم، مثلا شما نباید بگین که خب من که پایسیز نیستم پس من به این ماه توجه ندارم، برای اینکه هر ماه و هر روز و هر سال ما به این 12 ساین میرسیم و باید همه اونا رو بدونیم و باید از خصایص مثبت و خصایص منفی همه ساینا یاد بگیریم که بهتر آدمی بشیم و اسپریچوال تر باشیم. خب انرژی داخلی پایسیز باد هست، انرژی بیرونیش آبه و به خاطر همینه که خیلی آدم های حساسی هستن، خیلی خیلی آدم های حساسی هستن. پایسیز ها اگه به ساینشون توجه کنین، دوتا ماهی میبینین که برخلاف همدیگه دارن توی آب شنا میکنن، یعنی یا مثل ماهی میشن بی آزار یا اینکه مثل کوسه میشن و برخلاف اون آب حرکت میکنن. حالا قشنگ راجع بهش مفصلا شرح میدیم تا حسابی این ساین رو بفهمیم. خب این گونه اشخاص معمولا انقدر که حساسن، یه چیز بعدی که تو زندگیشون اتفاق میفته فوری میگن آه ما بدشانسیم، برای اینکه واقعا نمیتونن با سختی ها بجنگن. تو روابطشون انقدر که اینا حساس هستن، مثلا اگر یه نفر بگه مثلا ناراحتیشو براشون عنوان کنه و بیان کنه، اینها واقعا خودشونو گم میکنن و مثل اینه که اصلا نمیتونن با اون ناراحتی ها مبارزه کنن متاسفانه.
یکی از خواص مثبت پایسیس ها اینه که سایکیک هستن. سایکیک یعنی که یه قدرتی دارن که از آینده میتونن با خبر باشن، یعنی فیلینگشو دارن، منتها سلف کانفیدنسشو ندارن. سلف کانفیدنس یعنی اتکا به نفس، عزت نفسشون خیلی متاسفانه پایینه. این صحبت رو که آوردم چند تا ایمیل و تلفن و مسیج داشتم که میگفتن بعضی از کلماتی که من استفاده میکنم و عزیزانی که در خارج از آمریکا هستن نمیتونن بفهمن و نمیدونن که من چی میگم. برای اون گونه اشخاص که نمیفهمن، به خاطر اینکه من یک چند تا کلمه انگلیسی میگم، به خاطر اینه که بارها گفتم ازتون معذرت میخوام، من از کوچیکی به آمریکا اومدم و بعضی کلماتو واقعا بلد نیستم که به فارسی بگم، ولی مطمئن میشم که وقتی یک کلمه به انگلیسی میگم حتما اونو یه طوری عنوان کنم، معنی کنم، مثال بزنم که همگی شما عزیزان بتونین بفهمین. و اگر کلمه انگلیسیشو میگم معمولاً در 99% موقع ها فارسیشم سعی میکنم که براتون بگم. پس ناراحت نباشین اگر یک کلمه انگلیسی میشنوین و نمیدونین معنی اون چیه. خب این پایسیز پلنتی که رولش میکنه، یعنی ستارهی که اینها رو رول میکنه یا اداره میکنه، جوپیتر هست. جوپیتر مظهر ساکسس و موفقیت و چیزهای خوبه، ولی متاسفانه این گونه اشخاص اینو نمیبینن، یعنی خوبی ها رو نمیبینن، همیشه بدی ها رو میبینن. چیزی که باید بهشون بگیم همیشه اینه که خنده یادتون نره، خنده رو تو زندگیتون بیارین، خنده رو به لباتون بیارین. این گونه اشخاص خیلی جاسوس های خوبی میتونن باشن، یعنی که انقدر اینا راز نگه دارن، انقدر رمز و رموز توشون هست که میتونن خیلی جاسوس های خوبی باشن. در ضمن خیلی کریزما دارن، یعنی خیلی خوشگلن، با اون حالت معصومانه، یه چهره معصومانه دارن، برای همینه گفتم که میتونن جاسوس های خوبی باشن. هیچ کس نمیفهمه اینا جاسوسن، برای اینکه اینقدر قیافه اینا قشنگ و مظلوم و اینسنت، یعنی بیگناهه، که همه رو میتونن یه جورایی فریبشون بدن. باید یه مقدار این گونه اشخاص آرزوها، اهداف و امیال خودشون رو زیاد کنن، یعنی اصلا اینا دیزایر ندارن، مثل اینه که هیچ هدفی ندارن. کوچکترین چیز اینا رو اذیت میکنه، کوچکترین چیز اینا رو به عمق دریا میرسونه، اون ماهیایی که گفتیم راجع بهش، میبره ته دریا. اصلا نمیتونن با مشکلات بجنگن متاسفانه، و باید مثل اینه که، حالا یه مثال براتون میزنم، مثل اینه که تو تابستون اینا پالتو میپوشن که یه موقع سرما نخورن، یا اینکه از خودشون در برابر خودشون یک دیواری درست میکنن که اصلا کسی توش نیاد. این گونه اشخاص باید بفهمن که باید با مشکلاتشون دست و پنجه نرم کنن، باید با مشکلاتشون بجنگن، از کامفورت زون به قول معروف بیان بیرون، تمام این ناراحتیاشون بالاخره دلیلی داره. یه مثال میارم براتون از کسانی که پایسیزن در تاریخمون. انیشتن پایسیزه، جورج واشنگتن، حضرت موسی، حضرت مسیح، فروید و کارل مارکس، همینطور که گفتم اینها اشخاصی بودن که پایسیز بودن. حالا آیا اینا از اول پایسیز بودن؟ از اول تونستن چیکار بکنن؟ نه. مثلا حضرت موسی وقتی که به پیغمبری
بله این تلفن ها رو اگه ممکنه یه مرسی. بله داشتم میگفتم همونطوری که ببخشین یه تلفن رو با اجازه جواب میدیم. سلام عزیزم به برنامه زیبای درون خوش اومدید، بفرمایید. الو سلام عزیزم بفرمایید، روی خط هستید. مرسی عزیزم. من میبخشید. خواهش میکنم. مزاحمتون شدم. نه مراهمی، بفرمایید. این دفعه خدمتتون زنگ زدم. خواستم راجع به مشخصات و کاراکتر اسکورپیو بگید. ولی حتما اسکورپیو یکی از اون کاراکترهای خیلی جالبیه که براتون مفصلا در جلسات آینده توضیح میدم. من نمیدونم شما دقیقاً کی صحبت میکنین چون نمیخوام لیستش کنم. اوکی ببینین عزیزان، اولا که ما برنامه‌هامون ریران داره، یعنی بازپخش داره، میتونین بازپخشش رو ببینین، یا اینکه میتونین روی یوتیوب برین و وقتی بزنین دکتر گلناز رفالیان و بزنین سکورپیو، اگرم میس بکنین میتونین رو اونجا حتما همه رو ببینین. بله ولی شما الان دقیقا نمیدونین چه روزی صحبت خواهیم. شاید حالا به خاطر گل وجود شما دفعه دیگه از اسکورپیو صحبت کنم. حتما ساعت 7 دیگه، درست؟ 7:30 شب. 7:30 شب چهارشنبه شب. موفق باشید. مرسی عزیزم از تلفنتون، خیلی ممنون. تانکیو. بابای. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. من بخواستم از شما بزرگ نمیشم. رنگ شب، رنگ قرمز، اینا آبی چی معنی داره؟ چش امروز نمیتونم توضیح بدم برای اینکه برنامه خیلی مفصلیه، ولی بهتون قول میدم که یکی از برنامه ها رو بذارم فقط برای چاکراها و رنگ های که به اون مربوط میشه. حتما این کار رو میکنم. خیلی ممنون. مرسی از تلفن. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدارتون. بابای. خب اتفاقا موضوع رنگ ها پیش اومد، خیلی مسج داشتیم، خیلی طرفدار داشتیم از برنامه قبلی که استاد علی بزرگمهر بودن اینجا و خواستم به نوبه خودم از تمام مسیج های زیباتون به خاطر اون جلسه که ایشون تشریف داشتن از همگی عزیزان تشکر کنم. خیلی ممنون از مسیج های زیباتون. خب راجع به این سه شخصی که دنیا رو عوض کردن، از این پنج شخصی که دنیا رو عوض کردن که گفتم، همونطور که گفتم حضرت موسی، حضرت عیسی، انیشتن، فروید و کارل مارکس، اینا این پنج شخصی بودن که دنیا رو عوض کردن در تاریخ ما، در تاریخ انسان ها. این اشخاص تونستن زندگی ها رو عوض کنن. خب آیا از اول تونستن اینا این کار رو بکنن؟ نه، روی خودشون کار کردن عزیزان من، که مثلا حضرت موسی شد و تونست دریا رو بشکافه، یا حضرت مسیح اون معجزات رو بکنه و کسان دیگه، و انیشتن و کسان دیگه. کارهایی که باید یه پایسیز انجام بده تا بتونه به اون درجه برسه که بتونه توی زندگی دیگران اثر بذاره، اینه که از کامفورت زون خودش باید بیاد بیرون. یعنی به صورتی باشه که یه ذره تنبلی رو بذاره کنار. برای اینکه کسانی که پایسیز هستن دوست ندارن از کامفورت زون خودشون بیان بیرون، یعنی زندگی رو همون جوری دوست دارن، اصلا دوست ندارن تغییر پیدا کنه تو زندگیشون، همون منوال رو میگیرن و جلو میرن. و این کاریه که باید این گونه اشخاص انجام بدن، یعنی باید از کامفورت زون خودشون در بیان. وقتی که میگم کامفورت زون و خیلی تکیه میکنم به این، اجازه بدین توضیح بدم براتون یعنی چی کامفورت زون. برای اینکه خیلی مهمه، کامفورت زون یعنی اینکه مثلا شما از چیزهایی که دوست دارین انجام بدین و براتون راحت انجام بدین بیاین بیرون.
بیان به اون کارهایی که براتون سخت انجام بدین. مثلا برای پایسیس ها، برای این اشخاص بکبون تمام زودیک ساین هستن. یعنی چی؟ یعنی که اینا پشت بکبون ستون فقرات زودیک ساین هستن، باید اون باشن. یعنی باید انقدر رو خودشون کار کنن که از حساس بودن نه تنها حساس نباشن، باید قوی کنن خودشونو، و اون موقع است که مثل یه گل میشکفن. این گونه اشخاص خیلی سپریچوال هستن، خیلی سایکیک هستن همونطوری که گفتم. و وقتی که میگم سپریچوال، اصلا اینها یک نیروی ماورا طبیعه دارن. در ریاضات خیلی خوب هستن، در ساینس خیلی خوب هستن، همونطور که گفتم نیروهای ماورا طبیعه، و خیلی آرتیست های خوبی هستن. یعنی که این اشخاص مثلا میتونن شعر خیلی قشنگ بگن، میتونن دیزاینرهای خوبی باشن، میتونن نقاشهای خوبی باشن، میتونن این چیزایی که از احساساتشون میگه، مثلا نقاش یا شاعر یا نویسنده، اینایی که با احساساتشون کار میکنن این گونه اشخاص هستن. بعدی انسان یا یکی از خواص منفی انسان اینه که باید منطق رو بیارن توی زندگیشون یه خورده. یعنی اینا فقط با احساساتشون کار میکنن، فقط با احساساتشون رفتار میکنن، فقط احساساته. یعنی اینها فقط و فقط کوچکترین چیز اینا رو متاسفانه ناراحت میکنه و میبره ته دریا. خب اینا غرور ندارن. ما به بقیه ساین ها میگیم همیشه برای اینکه اسپریچوال باشین باید غرورتون رو فراموش کنین، ولی اینا اصلا سلفلس هستن. یعنی اینکه اصلا غرور ندارن، پس یکم باید غرور داشته باشن، باید به خودشون یه مقدار اعتبار بدن، یه مقدار رو خودشون حساب کنن، اینقدر خودشون رو بد نبینن. یه مقدار پرفکشنیست هستن، پرفکشنیست، و اینقدر که رو خودشون اینا اصلا باور ندارن، هی از شما میپرسن، از نزدیکانشون میپرسن آیا لباسم خوبه؟ آیا این کاری که کردم قشنگه؟ آیا این کفشم به لباسم میاد؟ آیا این آرایشی کردم خوبه؟ یا اینکه مثلا کاراشونو میپرسن، حالا اگه آقا باشن مثلا میگن این کاری که کردم تو زندگی خوبه. همش رو خودشون عقیده ندارن، میترسن همیشه از کارهایی که انجام میدن. خیلی دوست دارن آدمای دیگر رو کمک کنن، و متاسفانه انقدر اینا حساسن که با مشکلات کسان دیگه مشکلات کسان دیگه رو مشکلات خودشون میبینن. یعنی اصلا اینا نمیتونن خودشون رو پایین نبرن وقتی که یه مشکلی یه نفر از دوستاشون یا فامیلشون یا بالاخره هر کسی توی زندگیشون یه مشکل داره، مشکلات اونها مشکلات اینها میشه متاسفانه، و دوباره میرن ته دریا. خب از همه چیز براتون گفتم، تحمل غم و غصه رو گفتم ندارم. چیزی که باید به عرضتون برسونم تو این هفته که تا آخر ماه هم میتونه ادامه داشته باشه اینه که به علت قرار گرفتن بعضی از ستاره ها، که حالا نمیخوام شما رو حیرون و سرگردون کنم و بگم این رفته تو این و اینو باعث میشه و این چیزها، به طور صریح روان و ساده میخوام بهتون بگم که به علت انرژی های مختلف الان در این زمان از بحث و جدل و اینها خودداری کنین، برای اینکه جو یه مقدار سنگینه و بهتره که این صحبت کردن ها رو به حد اقل برسونین. وقتی به حد اقل میگم برسونین، یعنی که یا نه که ایگنورشون کنین. معمولا در این زمان وقتی کانفرانت میکنین کسی رو، معمولا میبازین، پس بهتره که یه مقدار به عقب بندازین. خب
همونطور که گفتم این پایسینا باید این بالانس رو توی زندگیشون به وجود بیارن، یعنی توی بیزینسشون، توی لاجیک و ریزنینگشون، تو احساساتشون، اینا رو باید بالانس کنن. حالا چطوری باید بالانس کنن؟ احساساتشون رو یک کم بذارن کنار، یه مقدار باید محکم کنن خودشون، یعنی یه مقدار پوست روانی اینا باید کلوف باشه، نه اینکه احساساتشون خیلی زیاده به خاطر اینکه انرژی بیرونی اینها آبه و کسانی که ساین آب دارن خیلی خیلی حساس هستن. حالا با اینا باید چطوری رفتار کنیم؟ اگه کسی رو در خونه و زندگیتون دارین که حالا یا بچه‌تونه یا همسرتونه یا دوستتونه یا پدرتونه یا مادرتونه و ساین پایسیز دارن، چطوری با اینا رفتار کنیم که به ایدئال‌های خودمون برسیم با این گونه اشخاص؟ اینه که باید صبر کنیم، باید خیلی صبر و تحمل داشته باشیم، برای اینکه همونطور که گفتم اینا دوست ندارن عوض بشن، اصلا و ابدا این ساین دوست نداره عوض بشه و همیشه مشکلات خودش رو میبره تو دینایل، یعنی که با مشکلات نمیخواد مواجه بشه. پس بنابراین گرویده میشه به OCD، تمام این ادیکشن های مختلف. ادیکشن یعنی چیزهایی که اعتیاد داره، یا شاپاهالیک میشن اینا، هی میرن خرید میکنن، یا به مواد مخدر رو میارن، یا به هر حال یکی از حس هایی که هی باید اون کار رو انجام بدن، یا حساسیت های فکری ممکنه توشون رخ بده و بیدار بشه و اونا رو هی مدام فکر اینها رو اشغال کنه. خب با این گونه اشخاص باید چجوری رفتار کنیم؟ اکشن کار میکنه، حرف زدن کار نمیکنه. یعنی اگه بگین، بیاین به اینا بگین، دلیل و برهان بیارین، بگین عزیز من به خاطر این کار انجام بده، اینا دوست ندارن انجام بدن و کار نمیکنه. چی کار میکنه؟ چطوری باید با اینا رفتار کنین؟ باید احساساتشون رو بیارین جلو، یعنی باید با احساساتشون حرف بزنین مثل خودشون. یعنی حتی نمیتونین مثلا شما از بیاین مثلا واسه اینا صحبت کنین، اصلا صحبت کنین اینا یه اصلا گوش نمیدن، یه دیوارم میکشن جلو خودشون که خودشونو محافظت کنن. پس باید با احساساتشون، با این اشخاص که خیلی ظریف و لطیف هستن حرف بزنیم، معامله کنیم. خب یه مقدار به علت اینکه شاد نیستن، باید شادی رو برای اینا به وجود بیاریم. باید یعنی هر روز با اینا تمرین کنیم، هر روز با اینا بگیم که میشه بخندی، میشه یه لبخند بدی، میشه ازت خواهش کنم مثلا یه خورده شاد باشی. یعنی اینو باید هی تو اینا ترویج بدیم. خب دیگه از کسانی که ساین پایسیز دارن الیزابت تیلوره. ببینیم با اون صورت زیبا و قشنگ چقدر کریزما داشت، چقدر خوشگل بود. یا اینکه جورج واشنگتن همونطوری که گفتم، یا کوین لاتیفه، لئوناردو داوینچی، میتونیم از کس این اشخاصی بودن که پایسیز بودن. یه ذره متاسفانه این گونه اشخاص بدبینن، یعنی اگر شما یه چیز کوچیکی به اینا بگین یهو از کاه کوه میسازن و میشینن قصه میخورن، میرن تو ناراحتی، میرن تو پرابلم. پس همطور که گفتم باید این پوست روانی اینها رو یه جوری کلوف کنیم. خب یه مقدار کسانی که ساین آب دارن، که پایسیز هم ساین آب دارن، یه ذره کنترلینگن. یعنی اگر
یه موقع بهتون بکن نکن و اینا کردن، خیلی به خودتون خورده نگیرین، به خاطر اینکه اینا خیلی آدمای خوبی هستن، منتها یه ذره کنترلینگ هستن. چیزهایی که پایسیس ها باید بفهمن و یاد بگیرن اینه که نباید فدایی بشن. انقدر اینا آدم های خوبی هستن، انقدر اینا مشکلات مردم، مشکلات ایناست، مشکل خانواده، مشکلات ایناست، اینا خودشون فدایی میشن، یعنی خودشون دیگه زندگیشون رو به کل میذارن برای کسی که مثلا توی خونه یا خانواده غم داره متاسفانه، و هیچ وقت غماشون رو نمیگن به شما. یعنی انقدر اینا قشنگ بلدن رول بازی کنن و ناراحتیاشون رو بهتون نگن، و یهو میبینین متاسفانه خدا نکرده مثلا بعد از مرگشون مثلا دفتر خاطراتشون رو میبینین، میبینین چه چیزهایی اینا رو اذیت میکرده که اصلا شما به مغزتونم نمیتونسته خطور بکنه. پس ماهی در دو جهت، ماهی از یه طرف در سمت آب را شنا میکنه و یکی در سمت مخالف آب شنا میکنه. چطوری حضرت موسی به موساییش رسید، به پیغمبریش رسید، یا حضرت عیسی، یا فروید، یا همه جورج واشنگتن، یا الیزابت تیلور، یا همه این گونه اشخاص که به موفقیت رسیدن، برخلاف آب شنا کردن، یعنی از اون کامفورت زونشون اومدن بیرون. پس عزیزان من، اون اشخاصی که پایسیس هستین، با این همه خوبی، با این همه زیبایی، با این همه لطافت، با این همه ظرافت، با این همه حساس بودن، باید از این کامفورت زونتون بیاین بیرون. چیز دیگه ای رو که خواستم بهتون بگم اینه که به علت جو، به علت سنگینی جو، تا سال 2026، همونطوری که قبلا گفتم بارها و بارها، اینه که آدم ها هی دارن بیشتر و بیشتر اسپریچوال میشن هر روز تا چند سال آینده. پس بهتره که غضب و حسد و غرور و چیزهای بد زندگی رو، مثلا حسادت، رقابت، حسد، اینها رو هر روز این انجل ها، این نگهبان های، این فرشته های بدی رو از خودمون دور بکنیم و بذاریم انجل های خوب بیان طرفمون، مثل چیزهای خوبی، مثل راحتی، سلامتی، مثل اینکه کارهای خوب بکنیم، به دیگران کمک کنیم، بدونیم که چطوری میتونیم هر روز از روز دیگه بهتر باشیم. اون موقع است که سپریچوال تر میشیم، و فقط سپریچوالیتیه که در قرن 21 در برابر این همه مشکلات میتونه انسانها رو کمک کنه. اگه سپریچوال نشن، متاسفانه یادتونه در دفعه قبل صحبت کردم که الان طوری شده که درسای زندگی رو داریم پشت سر هم، یکی پس از دیگری داریم درسای زندگی رو میگیریم، و اگه این درس ها رو به راحتی نگیریم، خودمون داوطلبانه یاد نگیریم، متاسفانه ما هل داده میشیم در یه شرایط سخت‌تر. پس چرا خودمون نیایم خودمون رو بهتر کنیم؟ مخصوصا این پایسیس ها باید کسان دیگر رو کمک کنن. الان جو در این ماه که ماه بهمنه، بهمن اسفنده، باید آدم ها رو کمک کنیم، اگر نه زندگی نمیچرخه. وقتی که به یه نفر دیگه کمک میکنین، حالا از لحاظ پولی، از لحاظ سپریچوالیتی، از لحاظ احساسی، از لحاظ بیزنسی، از لحاظ خانوادگی، حالا از هر لحاظی که شما میتونین کسی رو کمک کنین، بهتره کمک کنین. بهتر این بذر سلامتی و خوبی و پازیتیویتی رو بکاریم که بعداً فقط خوبی درو کنیم. بهتر نیست؟ به نظر من صبح که از خواب پا میشیم، یه چند لحظه چشممون رو ببندیم، ببینیم که چطوری میتونیم امروز چطوری میتونیم
انسان بهتری باشیم، چطوری میتونیم یک کم، حالا مثلا نمیتونیم از یهو شخصیت خودمونو 180 درجه یا 360 درجه عوض کنیم، البته که اینطور نمیشه، ولی چطور میتونیم ذره ذره انسان بهتری باشیم؟ وقتی انسان بهتری باشیم، وقتی خودمون احساس خوبی داشته باشیم، وقتی مهربون باشیم، اون موقع است که میبینیم زندگی چقدر قشنگتر میشه، زندگی چقدر زیباتر میشه. پس در این ماه دوست دارم از تمام عزیزانی که به این برنامه توجه دارن خواهش کنم که از خواب که پا میشن این تمرین رو بکنن، بنویسن این چیزها رو و ببینن که چطوری ذره ذره میتونن زندگیشون عوض شه. زمان داره به سرعت میگذره، یعنی طوری باشه که مثلا یک هفته که میگذره اصلا ما نمیدونیم که این یک هفته چطوری گذشت. به علت این که داره زمان زود میگذره، پس ما زمان زیادی نداریم که اسپریچوال تر باشیم. درس‌های آخر زندگیمون رو باید الان بگیریم، برای اینکه هیچ کس فردا رو ندیده، هیچ ضمانتی برای فردا وجود نداره. در اینجا به من میگن که برنامه به خاتمه رسید، خیلی ممنون از اینکه توجه داشتین به این برنامه، امیدوارم که این برنامه براتون مفید واقع شده باشه. دوستانی که دوست دارن با من تماس بگیرن برای مشاوره، برای اینکه وقت بگیرن، در دو منطقه تارزانا و لس آنجلس پذیرای شما عزیزان خواهم بود. با میتونین شما با تلفن 310-248-0220 تماس بگیرین. آفیس سانتا آنا هنوز باز هست ولی کمتر، شاید ماهی یک بار به اونجا برم، بیشتر در این طرف فعالیت دارم. در اینجا همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما و تک تک شما عزیزان. خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم. دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخشمون یک شنبه شبها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید